قانون تضاد که با صحبت کردیم جهان هستی و تضاد قانونه. اصلا تصور این که تضاد نباشه چیه؟ تصور این که تضاد نباشه مال ممکنه یه عده ذهن خودشونو قبلا هم این بحث رو داشتیم در ابتدا ذهن خودشونو درگیر میکنن که چرا اینجوری شده، چرا اونطوری هست، چرا اینجوری، چرا ظلمه، چرا بیعدالتیه، چرا پران هست. قانون تضاد میگه که ما تو دل تضاد قرار داریم، چرا اینجوریه نمیتونیم این سوال رو مطرح بکنیم، فقط باید چیکار کنیم موضع خودمونو در قبال مسئله تضاد روشن کنیم و ما رو انداختن توی دل این اقیانوسی که از تضاد تشکیل شده. اگر بیایم بگیم که چرا تضاد هست، انرژی های ذهنی خودمونو هدر دادیم و خلاصه آخری هم چیزی هم دستمونو نمیگیره و به هر حال سلامتی خودمونم به خطر میندازیم. ببخشید استاد، سوال دومم هم قانون تضاد بود که شما فرمودید اینکه در وجود ما خشم هست و بخشش، در یعنی کلن در تضادهای مختلف هست، آیا این تضادهای درونی ما مربوط به همین قانون تضاد میشه که شما فرمودید یا اونا جداست؟ بله، در وجود ما به اصطلاح این هست، این قانون تضاده، اینو گذاشته اونم گذاشته، گفته به سمت این نرو، خب به این سمت نرو، به این سمت برو، اینو و ما در ما تعبیه شده، در ما کار گذاشته شده، ما خشم هست و اینم هست، یعنی هر دوتای این ماجرا رو در واقع هست. خب حالا ما از هر کدوم میتونیم استفاده بکنیم، اما منظور اصلی سوالتون رو اگه میشه نه منظورم همین بود که پس بجاست، یعنی ما باید در قانون تضاد از اون تضادهایی که در درونمون هست بتونیم مهار کنیم، هیچ کدوم رو از بین نبریم، یعنی نمیتونیم از بین ببریم، چیزی این وسط نیست که بگیم ما دورش انداختیم.